خودم عهد بستم عاشق نشم. یکی از متفاوت ترین فیلم های 42 جشنواره فیلم فجر، فیلمی عاشقانه با محوریت داعش. این فیلم که در بخش سودای سیمرغ زیر ذره‌بین منتقدان رفته، به گفته دست‌اندرکارانش روایت جدیدی را از منظر سینمای ایران به گروه های تروریستی مثل داعش داره. البته ناگفته نمونه که این فیلم در زمان حملات متعدد رژیم صهیونیستی به سوریه در این کشور فیلم برداری شده. قلب رقه فیلمی متفاوت، عجیب و پیچیده با کلاژی از قصه های واقعیه. فیلمی که به گفته کارگردانش در صحنه های اکشنش فقط 15% از جلوه های ویژه استفاده شده. و البته تهیه کننده فیلم تاکید داره که هنوز بخشی از جلوه های ویژه نیاز به کار و تدوین بیشتر داره. هر شبت که فیلم خوبی بود، کار به قول معروف براش معلومه حسابی فکر شده، تلاش شده بود. در بخش فضاسازی طراحی صحنه خیلی خوب کار کرده بودن، عملیات‌های میدانیشون، جلوه‌های میدانیشون خیلی خوب بود. چیزی که من خیلی برام خیلی خوب به چشمم اومد اینکه خیلی تلاش شده بود که به لحاظ گویشی که داشتن زبان عربی بتونن نزدیک تر بیاد. ما اصولا یکی از ضعفامون همینه توی سینما که خیلی خوب گویش ها و زبان های غیر از تهرانی و که حالا هر مال هر شهری که بخواد بشه خوب در نمیاد، ولی دوستان معلومه که به هر حال از مشاور خوبی استفاده کردن و نزدیک شده بودن. حالا باز ایراداتی بود، یه جا یه چیزایی از دستشون در میرفت، یکی این موضوع، ولی خب در مجموع با تیتراژ آخرش زیاد اوکی نبودم، یه چیز اضافه‌ای بود و فیلم آخرش خوب جنبندی نکردن. خیلی احساسی بود ولی خب میتونست خیلی بهتر باشه. خیلی لذت بردم، خیلی زیاد واقعا به ایرانی بودن خودم افتخار کردم. همه جنبه‌های فیلم به نظرم عالی بود، داستانش، بازی ها، طراحی صحنه، موسیقی و به صورت کلی فکر میکنم یه گوشه ای از قهرمانی مدافعان امنیت ما رو نشون دادیم فیلم، یه گوشه ای از اون رو، و یه مقدار ما تونستیم همانندسازی بکنیم تو فضای فیلم با جوی که اونا تجربه میکردن، استرس ها، فشارهای روانی، فداکاری ها، از دست دادن عزیزانشون، فقدانی که تجربه میکردن. همه اینها لحظه به لحظه با ما همراه بود تو فضای فیلم و برای خود من یه همدلی خیلی جذاب اتفاق افتاد و بعد فیلم با همه وجودم به خودم، به ایرانی بودنم افتخار کردم.